روزخانی بود به نام حاج احمد پیکان، فامیلیش پیکان حاج احمد، اهل تهران. این رفت دمشق، رفت سوریه برای زیارت قبر مطهر حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها. بعد بلافاصله که با رفقاش وارد این شهر شد، گفت که یا زینب، من حرمت نمیام برای زیارت، مگر اینکه یه سوالی دارم، سوالم رو جواب بدی. رفت یه منزلی رو گرفت، گفت من همینجا میمونم، اگه سوالم رو جواب دادی میام زیارت، اما اگر نشد 3-4 روز دیگه برمیگردم ایران، اصلا زیارتت نمیام، حرم نمیام. یه روزخان با صفایی به نام حاج احمد. میگه روز سوم که در منزل بودم، در عالم مکاشفه و در عالم رؤیا، حضرت زینب سلام الله علیها رو دیدم و این سوالم این بود. گفتم یا زینب، ما روزخانه ها خیلی این روزه رو میخونیم، میخواییم بدونیم آیا مستند هست یا نه، نکنه مستند نباشه ما همش روزه بخونیم، مردم بگرین، ما خودمون اما هیچ مستند تاریخی نداشته باشه. ما خیلی میخونیم که حضرت رقیه سلام الله علیها رو در مسیر اسارت خیلی زدند، خیلی این خانم رو زدند. حالا در نقلها هم گاهی هست دیگه، این دختر کوچک رو روی خار مقیلان که یک خار زهرآلودی است این حرکت میکرد. میگه آیا این وقایع درسته یا نه، آیا به این شدت هست که ما روزه میخونیم یا نیست. حضرت زینب سلام الله علیها میگن که برگشت و من گفت حاج احمد این چه حرفیه تو میزنی؟ وقتی ما داشتیم این دختر 3 ساله رو غسل میدادن تا دفن بکنیم، تنها نقطه ای از بدن این دختر که سیاه نشده بود فقط ناخونهای دستش بود. در یک نقلی هست که غساله وقتی داشت غسل میداد، پشت این دختر نازدانه رو، اونایی که دختر دارن این رو درک میکنن، چقدر معصوم، چقدر مظلوم، میگه در پشت این دختر 3 ساله یک سیاهی عمدهی که کأنه یک ضربه محکمی با یک شیعی زدند مشاهده کرد. گفت که این چیه؟ از حضرت زینب سلام الله علیها پرسید، گفت که این ضربه کعب نی هست که هر موقع رقیه از صف جا میماند محکم بر پشت این دختر میزدن که بر این دختر